ادامه بخش چهره های ماندگار. سپیتامین، سپیتامین پرچم بردار جاده آزادی و استقلال. سالهایی که در مکتب میانه میخواندم، چندی از مثنوی های نظامی گنجوی به دستم افتاد که در میانی آنها اسکندرنامه هم بود. از غایت شوقی که به شخصیت اسکندر مقدونی و لشکرکشی های او داشتم، این منظومه را مطالعه نموده خیلی به تعجب افتادم. اسکندر آفریده نظامی گنجوی از شخصیت اسکندر مقدونی که کمابیش از کتاب های درسی تاریخ خوانده بودم به نظرم فرق کلان داشت. آن سالها امکان نداشتم که سیمای اسکندر تاریخی و اسکندر خیالی نظامی را در اساس اخبار مورخان و سرچشمه های موجوده مقایسه نمایم. ولی با وجود این احساس میکردم که اسکندر مقدونی در این داستان همچون شاه ایدئالی و پندار خیالی شاعر به ظهور آمده، از شخصیت واقعی خود که لشکرکش غاصب، رقیب بیرحم و استیلاگر و شاه یکرو و خودپرست بود خیلی دور افتاده است. واقعا بعد گذشت سالها ضمن افزودن دایره مطالعه و تجربه زندگی پی بردم که هدف اصلی شاعران بزرگ ما فردوسی در شاهنامه، نظامی در اسکندرنامه، جامی در خردنامه اسکندری و غیره آفریدن سیمای تاریخی و واقعیت زندگی اسکندر مقدونی نبوده، بلکه تصویر شاهنشاه عادل و رعیت پرور بوده است که برای پادشاهان بیدادگر و حاکمان جاهل دورشان نمونه عبرت گردد. خاصه برای آن صدرنشینان بادیه‌گرد که بعد زوال دولت سامانیان تخت و تاج شاهنشاهی برایشان چون عطای قسمت رسیده بود و از آیین دیرینه دولت و دولتداری آریایی ها و نظام اداره کنی کشور آگاهی نداشتند. و بهوده نیست که در دوره حکومتداری سلجوقیان نظام الملک وزیر سیاستنامه خود را آید به اصول دولتداری سامانیان و دیگر دولت‌های پیشرفته دورش نوشته، آید به آیین کشورداری، رفتار و کردار و مناسبت و معامله امیران و وزیران، ندیمان و دیوانداران، رسم نگاهداری لشکر و تأمین خزینه دولت فکرهای بسا جالب بیان نموده است. سیاستنامه برای امیران و وزیران کوتاه‌اندیش می بایست هم دستور مملکتداری و هم پندنامه اخلاق و آداب حمیده گردیده، عدالت و انصاف، راستی و خیرخواهی، خلق دوستی و رعیت پروری رکن اساسی آسایش و آرامی کشور می شد. ولی تقدیری بدفرجام مثل فردوسی و نظامی که در دوره سلطنت غزنویان و سلجوقیان زیستند، به نظام الملک وزیر نیز چندان وفا نکرد. اگر فردوسی در بهای زحمت کرانش از سلطان محمود غزنوی پاداش بسانو چیزی گرفته، از غایت رنجیده حالی و آزرده خاطری به فرهنگی و پس فطرتی سلطان را حجب نموده، در پایان عمرش رو به گریز و گریز و خفیت نشینی آورده باشد، نظام الملک بر پاداش خدمتهای خالصانه وزیری از وظیفه برکنار شده، عاقبت کشته گردید. همین طریق هدف اصلی فردوسی و نظامی و جامی آفریدن سیمای ایدئالی اسکندر مقدونی بوده است که برای امیران و وزیران زمانشان پند گردد و رسم خلق پروری و رعیت دوستی را در ضمیر زمانداران مملکت بیدار نماید. ولی اسکندر واقعی در اصل یک فرد بود که قبل از همه در روحیه ایلینی تربیه یافته، اول تحت پرستاری دایه‌اش لانیکا، سپس استادانش لئونید و لیسیمخ به کمال رسیده، آب و تاب اسپارتانی یافته است.